انتخابات به نظر میرسه که بین آقای رئیسی و آقای روحانی است. این بحثی که هر بار انتخابات ایران مطرح میشه، رای بدهیم رای ندهیم، تحریم بکنیم تحریم نکنیم، مشروعیت میبخشد نمیبخشد، این بحث همیشگی این 37-8 سال گذشته است. این بار هم مطرحه، منتها در یک چاشنی دیگه. نظرتون چیه دکتر؟ خب این بحث بحث بسیار جذابی بوده است. برخی از روشنفکران، آزادی خواهان، متفکرین، دموکراسی خواهان جذب این بحث شدن و این به هر حال به گونه ای امروز روز باید گفت که خطر بزرگی است. یعنی اینکه ما مسخ این دیسکورس فراج اجتماعی بشیم و بخوایم که حتی مردم رو تشویق کنیم در اینکه مشروعیتی دوچندان بیش از پیش به نظامی بدن که این تئاتر رو هر 4 سال یک بار تکرار میکنه. در واقع مخالفین بسیار به ماها انتقاد میکنن، کسانی که طرفدار شرکت در انتخابات نیستن، و میگوین که در واقع شما ایدئالیست هستین و مطلقگرا هستین و طرفدار نوعی نظام دموکراسی مطلق هستین، در حالی که به واقع اینطوری نیست. حداقل های یک انتخابات دموکراتیک در این ماجرا برقرار نشده، تضمین نشده. شما فکر کنین که کسی که در جنایات دهه 60 شرکت مستقیم داشته و همگان به او اعتراض دارن میتونه مشروعیت بگیره از سوی شورای نگهبان و بیاد و در انتخابات شرکت بکنه، کتش رو عوض بکنه، رنگ عوض بکنه، صورت چهره عوض بکنه و بیا طرفدار مردم و فقیران و جامعه بشه؟ خب این اکروبات بازی رو فکر نمی کنم که قابل توجیه باشه. و خب جای تأسفی که روشنفکران ما اینجا و آنجا میگویند که از طریق شرکت در این انتخابات یک به جامعه مدنی قوت و نیرو میدیم و سوی دیگه میگویند که در این انتخابات اگه شرکت بکنین احتمالا کاندیدای بهتر میآید. ببینین شرکت در انتخابات یک موج عظیم اجتماعی ایجاد میکنه، مردمان رو تشویق میکنه، به انسان ها امید میده و میتونه جلایی به جامعه مدنی بده. اما به واقع در نهایت کار آیا کاندید مورد علاقه این مردم از صندوق ها بیرون خواهد آمد؟ ببینید استراتژی در واقع این نیست که همه جزئیات انتخابات برچیده بشه، چیده بشه. الان یک حالت خودانگیخته در سطح اجتماعی وجود داره، گروه ها با همدیگه نظارت مناظره میکنن. این مناظره ها خیلی مفیده برای ما. حداقل یه چیز این انتخابات داره، اونم این که این مناظره ها اتفاقا دست همدیگه رو تو این مناظره ها دست همدیگه رو میشه و این بسیار مفیده. رژیم به نظر من این رو کنترل نمیکنه. شاید که گفتند البته که در یک مورد، اونم مورد نظامی و سوریه، این آقایون در تقابل های فکری و انتخاباتی بحثی نکنن. خب اینا هم نمیکنن دیگه. صحبتی از سوریه نیست، صحبتی از میلیاردها دلاری که ایران به سوریه داده نیست، و صحبت از این که این پول میتوانسته که از آمریکا بعضن آمده است، بعضن میتونسته به سمت اجتماع سرریز بشه اصلا نیست. ولی به هر حال ما از این طریق بسیاری نکات رو در میابیم و این به این جنبه برای مردمان بسیار خوشاینده. اما اینکه حاصل کار کسی خواهد بود که از سناریویی که پیش از این نوشته شده است، یعنی اون استراتژی کلی، نه جزئیات، استراتژی کلی فراتر بشه، کاملا غیر ممکنه. ما از 1384 به بعد در ایران شاهد هستیم که انتخابات کنترل میشه، نه حرکت ها و موج های مبارزات انتخاباتی، ولی افرادی که صلاحیت خواهند داشت، افرادی که در انتخابات شرکت خواهند کرد، از میون موج عظیم کاندیداها اون 3-4 تایی که انتخاب میشن از فیلتر میگذرن و اینها ما میدونیم، یعنی رژیم میدونه که در واقع در نهایت کار چه کسی انتخاب میشه. این غیر ممکنه که تصور اینکه جامعه ایران، حکومت ایران میگذاره که مردم انتخاب بکنن. مردم نقشی در این نظام نداشتند و ندارن.
آیده که به یک نکته بسیار پر اهمیت اشاره کردید که تو همین لا گفتگوهای برویم رأی بدهیم یا ندهیم به نوعی نادیده گرفته میشه. یعنی وقتی میان میگن که بین بد و بدتر انتخاب کنیم، اونها که حالا خودشون آمدن گفتن بین صالح و اصلح انتخاب بکنیم، اونها آمدن اینو ترجمه وارونه کرده، مردم میگن بد و بدتر، حکومت میگه بین صالح و اصلح، به این ترتیب همه خب اینجا یک چیز از دور از ذهن میمونه که اون شش نفری رو که میارن یا اون چند نفری رو که میارن خود حکومت تعیین کرده. یعنی در هر صورت به هر شکل یکی از سناریوهای حکومت است که به کرسی مینشینه. یک سناریو، به نظر من یک سناریو. ببینید برجام نمیتوانسته خارج از استراتژی کلی نظام حرکت بکنه. چگونه است که این نظام که تمام موارد رو در جزئیات از لحاظ استراتژیک زیر نظر داره، میگذره که دولت دست آقای روحانی بیاد و آقای روحانی بره خودش مذاکره کنه، آقای خامنه ای هم اینجا اونجا بگه من مخالفم اما خب موافقم، مخالفم اما امضا میکنم، مخالفم اما خب برین. خب این اکروبات بازی که روشن فکر که دیگه نباید در دامش بیفته. یعنی ما به خودمون که نمیتونیم خیانت بکنیم، حداقل وجدان روشن فکر ما باید به مردم بگوید که این نظام داره با رأی مردم بازی میکنه و به دنبال کسب مشروعیتی است که اون نوع مشروعیت رو برای جهانیان و برای دوربین های تلویزیون میخواد، نه برای خودش. خودش که من مشروعیت مردمی است اعتقاد نداره. این نظام جمهوری اسلامی نیست، این نظام اسلامی است. جمهوریتش رو دکوری کرده و به خصوص بعد از انتخابات، بعد از دوران خاتمی، به نظر من جنبه جمهوریتش که مردم خواهی توشه بسیار کاسته شد. منتقدین میگویند به ماها که شما ندیدیم مگه دوران خاتمی رو، مگه خاتمی خوب نبود؟ خب برین انتخاب کنید یک کسی مثل خاتمی بیاد. نه، خب مگه شما، یعنی آنهایی که منتقدین ما هستن، مگه شما جنبش سبز رو ندیدین؟ دقیقا جنبش سبز نشون میده که دستکاری میشه در رأی ها. یعنی معرکه انتخابات، جدل میانه کاندیداها خوبه، ما هم باید شرکت بکنیم توش، ما هم باید در خیابان بریم. نه، میبایست به یک کارزار بزرگ بدل بشه. نه باید یک جنبه پاسیفیستی داشته باشه، باید به یک کارزار بزرگ بدل بشه. اما ما میدونیم که نتیجه با وجود ولایت فقیه مطلقه به هیچ وجه نتیجه آنی نیست که بنده و جنابالی میخواد. حتی در میانه این چهارتا، حتی در میانه این چهارتا، اگر سناریو این هستش که میبایست به هر شکل آقای روحانی مجدداً روی کار بیاد، اون چیزی که حالا عقل سلیم این رو میخواد و منم تصور میکنم، حالا ما نمیدونیم، فکر میکنم که همچین چیزی هست، یعنی اختلاف بسیار مهمی میان آقای روحانی و دولتش و آقای خامنه ای و ولایت فقیه و دستگاه حاکم نیست. در واقع اختلافات اندک رو، گفتاری رو بذارین کنار، این حکومت اساساً بر اساس گفتار هست، ولی در عمل همراهی وجود داره و در عمل آقای روحانی تغییر چندانی انجام نداده. به این لحاظ آن کس که میباید از صندوق بیاد بیرون، پیش از این نوشته شده رأی مردم فقط مشروعیت میده به نظامی که در واقع هیچ گونه مشروعیت واقعی نداره. جناب دکتر اودشتین عزیز، از آغاز انقلاب این آقای خمینی هی آمد گفتش که میزان رأی ملت است، میزان رأی ملت است، میزان رأی ملت. این رأی ملت در کجا محسوب میشه؟ به هر حال در این 38 سال کجا میشود رأی ملت را دید و اصلا چه معنایی داره و نداره در شرایط انتخابات ایران؟ خب بله، رأی ملت در واقع میزان رأی ملت است شعاری بود در یک فضایی که هیچ گونه انتخابات واقعی نبود مگر اون آکروبات بازی های دوران شاه، و اینکه اصولا مردم به حساب نمی آمدن آنقدر شاه، و اینکه این نظام در آغاز خودش به واقع ماحصل به هر رو، حالا با کشکاری ها و بندبازی های بعدی، خودش رو ماحصل انقلاب می دونست. بنابراین ملت در تمامیت خودش نمی خواست که دیگه نظام قبلی رو، حالا بماند که تعدادی بسیاری، حتی تعدادی از روشنفکران از همون ابتدا رأی منفی به آقای خمینی میدادن، گفتار منفی، گفتار انتقادی با آقای خمینی داشتن، اما میزان رأی ملت از گام آغازین بود برای شرکت مردم. اما خب انصافانه میزان رأی ملت از کافی نیست. ببین انتخابات در دوران فعلی
در دوران جهانی شدن، در دورانی که دموکراسی به شعار همه جا گیر و بسیج کننده و جذاب بدل شده، خب انتخابات رو همه نظام‌های دیکتاتوری قبول دارن. شما در قزاقستان برید، یه 20 سالی این آقای نظربایف سر کاره، هر بار انتخاب میشه، خودش هم انتخاب میشه، هر بارم با رأی مردم انتخاب میشه، اما هیچ کاندید واقعی، اپوزیسیون واقعی در برابرش وجود نداره. اپوزیسیون پیش از این که وارد کارزار انتخابات بشه از بین رفته. خب اونم انتخاباته. در کشورهای دیگه نظیر در آسیای مرکزی هم همینطوره. اینا همون دیکتاتوری قبلی نظام پیشین شوروی هستن که باز تولید شدن با آریت‌های جدید. در ایران هم همینطوره. در واقع میزان رأی ملت است، منتها رأی به کسی باید داد که انتخاب شده است پیش از این به توسط ما و به توسط شورای نگهبان، در حالی که به واقع برعکس باید دید. میزان رأی ملت است، ملت رأی میدهند به کسانی که خودشون میخوان، و چون هر ملتی چندگانه چند رنگی است، میبایست که در جریان انتخابات احزاب گوناگون به شرکت بکنن در انتخابات. میبایست که یک نظام پلورالیستی باشه، چند حزبی باشه، اگرچه هر دوره یک حزب باید به قدرت برسه یا دو حزب در یک ائتلاف، ولی مجموعاً میبایست که پلورالیسم شرط بقای انتخابات آزاد باشه. بدون این پلورالیسم، یعنی چندگانگی حزبی، شرکت همه احزاب و اونهایی که قدرت بیشتر دارن رأی بیشتری میارن، نمیتواند بدون این پلورالیسم در واقع یک انتخابات آزاد باشه. دومین بند اساسی این انتخابات وجود آزادی به شکلی که افراد، گروه های اندک، نه احزاب بزرگ، اونها هم بتونن شرکت کنن. در انتخابات فرانسه دیدیم، خدمتتون عرض کردم در ابتدا، که از یک دهات یک شهردار کوچک تونست بیاد قد علم کنه، در تلویزیون بارها آوردنش، صحبت کرد و انتقاد کرد بدون هیچ فیلتری و بدون هیچ گونه سانسوری. زمان برای کسانی که کوچک و بزرگ هستن یکسانه در انتخابات واقعی. حالا ما نمیخوایم که ایران رو با اون کشورها، با فرانسه مقایسه کنیم، اما اینکه شما میگوید انتخابات بشود اما فقط یک حزب یا فقط چهار تن و اون چهار تن هم فقط از میون خودیا هست انتخاب بشن، خب این اساساً ارتباطی با انتخابات آزاد نداره. به این لحاظ من فکر کنم اون چیزی که ما در برابرش هستیم یک حرکت همگانی است. مردم در شرایط فعلی راه دیگه ای ندارن و به عبارتی گویا که مسخ شدن، مسخ این فضا شدن، و من فکر کنم که راه خروجش این هستش که یک جنبش وسیع نه میبایست به وجود بیاد. آقای دکتر، برای پرسش پایانی در این چند دقیقه که وقت داریم، اگر برگردیم به سخن شما که من موقعی که گفتم ممکن است چند سناریو حکومت داشته باشه که هر کدومش پیروز بشه، به هر حال سناریو حکومت، شما فرمودین یک سناریو این احتمال زیاد است که آقای روحانی انتخاب شه. با توجه به مسئله‌ای که در مورد آقای ابراهیم رئیسی هست و مسئله کشتار 67 و اینکه ایشون رو در آب نمک خوابوندن برای رهبری آینده، اگر ایشون قرار است در انتخابات رئیس جمهوری مردود بشه یا رأی نیاره، چرا این مهره رو میتونن به راحتی از دست بدن اگر قرار است در آینده به رهبری بذارن؟ یعنی مهره آقای رئیسی رو؟ بله بله، کاملا این قابل توجیهه. شما در نمایشی که تزیین شده به طور دقیق روش فکر شده، میبایست که نیروها، اگرچه همه اپوزیسیون همه خودی هستند، میبایست که نظیر هم نباشند، میبایست کسانی از آن سوی و این سوی به هم پرتاب بکنن، گلوله باران باید هم دیگر بکنن، برای اینکه این جنجال جنجال جدی به نظر بیاد. حتی آقای خامنه‌ای زمانی که آمد و در ظاهر با آقای روحانی خیلی موافق نبود، چه بسا در آستین خودش باز آقای روحانی رو داشته باشه. یعنی نمایشی بسیار فکر شده. من معتقد هستم که مناظره ها فکر، یعنی سالها برها داده شده و غیره و غیره، جنجال و افشاگری ها همش برنامه ریزی نشده، ولی انتخاب آدم ها برنامه ریزی شده هست. و آقای رئیسی به نظر من فکر میکنم که اون کاندید مورد علاقه ایران فعلی و اتاق فکر رژیم نیست. بنابراین اگر هم بیاد، باید بیاد برای افشا کردن دیگری،
باید بیاد برای افشا کردن دولت، باید باشه برای اینکه جنجال رو رادیکال نشون بده، برای اینکه قطب‌ها رو تند و به حالت اکسترم نشون بده، ولی در نهایت کار و این هم برای جلب مردمه و برای در واقع مسخ مردم و جلب آن روشنفکران است که فکر میکنن که به واقع نتیجه حرکت و رأی مردم هست که از صندوق ها بیرون خواهد اومد، که اشتباه بسیار بزرگی است و بسیار تأسف آوره. بازم تکرار کنم که ما این دوره رو با دوره آقای خاتمی نباید مقایسه کنیم. از بعد از آقای خاتمی به واسطه جدلی که بین آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای بود، این ماجرا ولایت فقیه به ستون بسیار پرخوشت همه شده که دست زیده به بعد دقیقاً ولایت فقیه بند حرکت‌های استراتژیک رو تحت نظر داره، اتاق فکر وجود داره، نمیتونه جامعه‌ای که کنترل شده هست به طور خود به خودی بگذاره که مردم انتخاب کنه. این با ماهیت رژیم تضاد داره، مگر اینکه در دوران دیگه این فشار از پایین به شکل بیاد که این ماجرا تغییر بکنه. در اون صورت حرکت مبارزات انتخاباتی به همراه جنبش مردمی و فشار از پایین میتونه در واقع یک شرایط گذر رو به وجود بیاره، گذار به یک دوران گشایش اجتماعی. سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون در برنامه، به امید دیدارتون در لس آنجلس به زودی. امیدوارم. تشکر از دعوتتون. روزگارتون خوش.